سوال از من جواب از مامان کاری از واحد نمایش رادیو پیام دوست با هنرمندی ترانه سمیمی سامی شهیدی نویسنده و کارگردان شهاب رحمانی آرمان جون عزیزم من کارم تموم شده و آماده هم برای ادامه ی صحبت های قبل منم آماده ام برای شنیدن انواع و اقسام اتهامات سیاسی که به بهاییان زدن و میزنن که همون کتاب دروغی خاطرات کنیاز دالگورکی سفیر روسیه در ایران چقدر مامان از مطالبش خندم میگیره امروز سر کلاس های تاریخی این کتاب یادم آمد و خندم گرفت یه بار معلم اون چشمش به من افتاد که دارم میخندم چی گفت؟ نه تفلکی اصلا چیزی نگفت شانس آوردی خب یکی از اتهامایی که اخیرا به باهایی ها میزنن وابسته بودن به اسرائیل. بعدش هم جاسوسی برای اسرائیل آره زیاد شنیدم حتی از رسانه های رسمی هم این اتهامات به بهایی زده میشه آخه رو چه حساب این حرف رو میزنن؟ چون آرامگاه حضرت بهاءالله تو اون کشوره پس اگه آرامگاه هر پیغمبری تو هر کشوری باشه و مردم نظر و نظورشون رو برای اون آرامگاه بفرستن جاسوس اون کشورن <applause> مثلا همه مسلمانای دنیا جاسوس عربستانن چون آرامگاه حضرت محمد تو اون سرزمینه خب کسی که میخواد دشمنیش رو نشون بده به هر چیزی چنگ میزنه هر چیز ذهنش میرسه میگه کاری به درستی و نادرستیش نداره کسی که میخواد اتهام بزنه به مدرک و غیر مدرکش کاری نداره فقط میگرده ببینه مردم رو از چه طریقی میشه گمراه کرد البته ادهی با انصاف هم بودن که وقتی خواست در ردیهی بر علیه آین باهایی بنویسن با دقت مطالب و بررسی کردن و بالاخره با آین باهایی ایمان آوردن جالبه حالا ببینیم چرا باهایی رو به اسرائیل وابسته کردن مخالفت مسلمونا با یهودیا ریشه عمیق و طولانی داره این آدمای بیانصاف هم برای اینکه مردم مسلمون از بهایا دوری کنن یا بشه بهشون آسیب زد بهایا رو وصل کردن به اسرائیل چسبوندن <applause> اسرائیل مگه کشور تازه تاسیس نیست دولت اسرائیل سال 1948 میلادی تأسیس شد یعنی 100 سال بعد از ظهور آینه بهایی 1844 ابتدای تاریخ بهایی 1948 م دولت اسرائیل تأسیس شد یکی از حرفایی که مخالفا میزنن باز برمیگرده به کتاب سرتاپا دروغ خاطرات کینیاز دالگورکی سفیر روسیه تو ایران که گفته بود وقتی بهاءالله رو به عکا تبعید کردن دولت روسیه اونجا براش خونه ساخت اگه یادت باشه دیروز گفتم این دالگورکی سال 1867 وفات کرده بود ولی حضرت بهاولا تازه سال 1868 وارد عکا شدن یعنی یک سال بعد از فوت دالگورکی که از دیروز هر موقع آدم میاد خنده هم میگیر. <applause> بعد یه عده بیچاره به این کتاب جلی استناد میکنن و میگن اگه شما همجهت با سهیونیس نبودین چرا به حضرت بهاولا در عکا جا مکان دادن؟ آخه یعنی چی دیگه دارم؟ <applause> نمیخواد جوش بیاری <applause> آخه یکی که میخواد یه کتابی رو درباره یک عقیده یا یه جمعیتی بنویسه یعنی داره قضاوت میکنه و خودش رو جای قاضی قرار میده آخه اینقدر دروغ بیاساس هم خودت رو بدنام میکنی هم عدهای رو به اشتباه میندازی عزیزم میدونی به خاطر همین حرف که بهایی یا جاسوس اسرائیلن چند نفر از بهایی های مظلوم و بیگناه رو تو همین سالهای اخیر اعدامشون کرد. بله به خاطر یه کتاب سراسر دروغ بله. آسیبی که این کتاب به جامعه بهایی ایران زده قابل اندازه گیری نیست خیلی زیاده خیلی اشکال از کتاب نیست به نظر من اشکال از کسایی که چشم و گوش بسته هر حرفی رو قبول میکنن مردمی که قرنها بهشون گفته شده شما عقل ندارین فقط علما هستن که همه چیز چیزو میفهمن و باید مقداری از دسترنجتون رو بدین به اونا تا برای هر کار هر کاری راهنماییتون بکنن خب معلومه این مردم دیگه به خودشون اجازه فکر کردن نمیدن مثل اینکه موضوع عوض شد. راست میگی برگردیم به موضوع ارتباط بهایی با اسرائیل میخوای یا به خنک بخوری تا آروم بشی؟ بد نیست این ما چه با اسرائیل داریم باید برگردیم به عقبتر زمانی که حضرت بهاولا را از ایران به عراق تبعید کردند، میخواستن ایشون در ایران نباشند تا به کلی ارتباطشون با پیروان قطع بشه و نور آین تازه تأسیس خاموش بشه <applause> اما اراده الهی تنها نجات ایران نبود بلکه آین بهایی آین جهانیه و باید همه اهل عالم از این تعالیم تازه و جدید بهره مند بشن خلاصه حضرت الله تو عراق از راه دور مؤمنین ایران رو هدایت میکردند. در نتیجه نه تنها از تعداد مؤمنین ایران کم نشد بلکه در عراق هم اینا این گسترش پیدا کرد اونقدر این مسئله قوت گرفت که علما از ناصرالدین شاه خواستن که ایشون به یه جای دورتر از ایران تبعید کنند به خاطر همین ناصر الدین شاه و سلطان عثمانی تصمیم گرفتن که حضرت بهاولا به اسلامبول تشریف ببرند جالبه علمای مسلمون خواستن دو پادشاه مسلمون یکی شیعه یکی سنی هم خواسته اونا رو اجرا کرد بله آفرین بعد که دیدن اسلامبول محل رفت و آمد به اروپاست و ممکن آین بهایی به اروپا هم سرایت کنه باز ایشونو به ادرنه نفی بلد کردن نفیه بلد؟ یعنی از شهرشون اخراج و دور کردن در واقع یعنی تبعیدشون تبید. کردن بعدم که دیدن تو این شهر هم به هدفشون نرسیدن به فکر شهر دیگه افتادن و اون شهر بد آب و هوا و دور افتاده عکا بود هم تبعید هم, زندان. بله اون حضرت رو تو یکی از اتاقهای قلعه عکا محبوس کردن این قلعه محل حبس خطرناکترین افراد بود از قاتلا و سارقا گرفته تا مخالفین حکومت عثمانی حضرت بهاءالله دو سال تو این قلعه مخوف در شرایط بسیار سخت محبوس بودند و بعد از اونم تا آخر حیات تحت نظارت مامورین عثمانی تو همون شهر عکا دور از وطن زندگی کردند <applause> این زندان خطرناک همون خونه یه که تو کتاب خاطرات کنیاز دالگورکی نوشته شده <applause> که روسا برای آسایش حضرت و حالا در اختیارشون گذاشتن <تصفح> میگن آب هوای عکا اونقدر بد بوده که اگه پرنده تو آسمونش پرواز میکرده حالش بد میشده و میافتاده زمین ولی با فداکاری بهایان عالم و ارسال نظر و نظر نظورات از سراسر دنیا باغات زیبایی ساخته شده که حقیقتا بهشت رو زمین آوردن معلم در اخلاقمون پارسال میگفت که تو احادیث اسلامی و کتب مقدسه ادیان گذشته درباره عمران و آبادانی و باغات زیبایی که در سرزمین مقدس ساخته میشه بشارت داده شده م -م. و درباره عظمت و احترام شهر عکا در احادیث اسلامی گفته شده خوشا به حال کسی که زیارت کند عکا و خوشا به حال کسی که زیارت کند زیارت, زیارت کننده عکا علمای ایران و پادشاهان مسلمون که قصدشون از بین بردن آینه الهی بود کاش می بودن و میدیدند که چطور وسیلهی شدن برای تحقق وعده های الهی ولی چقدر خوبه که آدم از راه درست وسیله اجرای اراده خداوند بشه بالاخره روح آدم که در عالم بعد باید طرف بشه درسته ولی چه میشه کرد تا تعصب هست این کارا هم هست یه چایی تازه دم بخوریم چه بهتر از این؟ خیلی خوب بود میشه جونت اگه حضرت به الله خودشون تشریف میبردن به عراضی مقدسه باز متعصبین میگفتند ایشون همه کتابای های عدیان مختلف و خونده بودن و میخواستن با رفتن به اونجا بگن که وعده های الهی محقق شد عزیزم به حرفای مخالفین هیچ وقت همیت نده ببین حقیقت کجاست اراده الهی که با حرف این و اون تغییر نمیکنه. بگذریم بریم سر اصل مطلب که میگن به ها جاسوس اسرائیل هم. اگه به قول شما به حرفای مخالفین نباید اهمیت داد پس دیگه راجع به این موضوع چه فایده ای که حرف بزنیم؟ میدونی چه تعداد از بهایی رو تو این سالا به عنوان جاسوس اسرائیل و سهیونیسم اعدام کردن؟ ما این صحبت ها رو میکنیم که اگه لازم بود بدونیم چطوری با هموطنانمون صحبت بکنیم که بیگناهی بهایی ثابت بشه درسته آره اگه از مردم بپرسن سهیونیزم یعنی چی؟ اگه اخبار گوش کرده باشن میگن داستان تروریست های یهودیه که دولت اسرائیل رو به وجود آوردن خب منم همین فکر رو میکردم از تلویزیون اینطوری شنیدم جنبش سهیونیزم علت تاریخی داره قوم یهود قرنها قبل دوره تلاییشون تموم شد و در نقاط مختلف دنیا مثل روسیه و اروپا پراکنده شدند. ولی هیچ وقت مورد احترام نبودن و تحقیر می شدن. گاهی منجر به قتل عامشون هم می شود. در قرن بیستم یک یهودی با مطالعه تورات و بشاراتش نهزت سهیونیسم رو به راه انداخت اصلا سهیون یعنی چی؟ سهیون اسم تپه های تو اورشلیم که معبد حضرت داوود روی یکی از این تپه ها بنا شده سهیونیست ها مایل بودن جایی تو عرضی مقدسه بهشون داده بشه ولی خیلی از یهودیا قبول نمیکردن و میگفتن اروپا یا جاهایی که هستیم بهتر از فلسطینه بالاخره حرکت به با عراضی مقدسه شروع شد عده زیادی اومدن و کشور اسرائیل رو درست کردن که خوب مورد تایید همه ساکنین اونجا نبود و درگیری ها هنوزم ادامه داره حالا امروز هر کی بخواد بهایا رو اذیت کنه به خاطر اینکه آرامگاه حضرت بهاءالله تو سرزمینیه که به تصرف دولت اسرائیل در اومده میگه بهایا جاسوس اسرائیل هم. دو نفر با هم دعوا دارن پای یه آدم بیطرف و میان میکشن وسط واقعا بیانصافیه <تصفح> الان دیگه فرصت نیست که راجع به دیدگاه جامعه بهایی نسبت به حکومت اسرائیل صحبت کنیم قرار اینا بیان اینجا <تصفح> <تصفح> نه اشکالی نداره باشه برای فردا